ناخدای دریاهای دور پاش رو زمین بند نمیشه. حالا خواه پی صید یه لقمه نون دل به دریا زده باشه و خواه پی عشق و ماجراجویی در خود دریا. بیایید با یه ناخدا دل به دریاهای جنوب بزنیم. سلام، خوش اومدید به برنامه این هفته آپارات. حسن سوالچو هستم. مدت هاست که هر از گاهی در خبرها میشنویم که دزدای دریایی در سواحل آفریقا تعدادی از صیادان ایرانی رو میدزدن و به اسارت میگیرن. ولی این صیادا کیا هستن؟ چرا سر در میارن از دریاهای دور و جاهایی مثل دریای ماداگاسکار، سودان و یا آبهای آزاد؟ اونجاها چه خبره؟ در مستند ناخدا دریایی به سراغ صیادهای بلوچ در جنوب ایران میریم، اما قبل از اون یه پیش پرده ببینیم و با یه فیلم دیگه از سینمای مستقل جهان درباره عاشقان دریا آشنا بشیم. دریا نورد قصه زندگی پل جانسون، پیرمردیه که همه زندگی خودش رو به دریا نوردی گذرونده. اینا خدا در 80 سالگی تصمیم میگیره به دریا بزنه و آخرین صیدش رو انجام بده. فیلم دریا نورد محصول سال 2021 و ساخته یه لوچیا کازوغاست. این فیلم در جشنواره‌های جهانی مورد توجه قرار داشته و جوایزی هم دریافت کرده. مهشید زمانی نویسنده و منتقد سینمایی که فیلم را دیده همراه ما هست. خانم زمانی، از نظر شما اهمیت این فیلم در چیه؟ یکی از نکات مهم فیلم پرداختن به این دغدغه همیشگی چالش میان انسان و طبیعت که در اسطوره ها هزاران سال قابل ردیابی است، این دغدغه، و در سینما و ادبیات هم که ریشه خیلی محکمی داره. این چالش میان انسان و طبیعت گاه به معنای تسخیر طبیعت بوده و گاه به معنای هماهنگی با طبیعت بوده و گاه فقط به معنای درکش. در این فیلم به خصوص خب ما یک شخصیت مرکزی داریم که بر روی دریا، بر روی آب به دنیا آمده و بر روی آب میمیره. یکی دو ماه پس از این فیلم پل جانسون درگذشته. بنابراین بستن این دایره زندگی یک انسان که همه عمرش رو با این دغدغه میگذرونه بر روی پرده به خودی خود خیلی جذابه. اما فقط فیلم اهمیتش در ساخت خوب و یک مستند مهم با چنین موضوع مهم و موضوع به اصطلاح همیشگی نیست، بلکه به نظرم یک مقداری به پشت صحنه هم برمیگرده. یعنی ما یک مستند مشاهده‌گری رو شاهد هستیم که فیلمساز جرأت کرده شخصیتی رو که هم سنش بالاست، هم مشکل الکل داره، یعنی بنابراین مشکلات جسمی داره، و هم در محیطی پر از ریسک و خطر داره زندگی میکنه رو مرکز فیلمش قرار بده، با توجه به اینکه هر لحظه ممکن بوده اتفاقی بیفته و این مستند مسیر دیگری رو پی بگیره. بنابراین این جسارت فیلمساز به خودی خود قابل تحسینه که با عنوان فیلمساز مستقل با گروهی کوچک چنین ریسکی رو به جان میخره و یک همچین فیلمی رو ارائه میکنه به ما. و مهمتر اون که باز در مورد پشت صحنه میخوام بگم، اعتمادی که شخصیت مرکزی به فیلمساز میکنه، یعنی این جلب اعتماد خودش از نکات بسیار مهم فیلمه، به طوری که فیلمساز چنان که در مصاحبهاش میگه خب فیلمنامه دقیقی داشته، یعنی یه تریتمنت خیلی مشخص داشته، اما انقدر اون شخصیت به فیلمساز اعتماد کرده که تونسته نریشن فیلم رو به عهده شخصیت مرکزی بسپره و اوست که روایت میکنه. انقدر با هم دیگه تونستن هماهنگ بشن از نظر داستانگویی، و این به نظرم خیلی دستاورد بزرگی است برای یک مستندساز. و درباره فیلمساز این فیلم، خانم لوچیا کازوا و شیوه فیلمسازیش چی دارید بهمون بگید؟ خب فیلمساز هم به عنوان فیلمساز مستقل، به عنوان فیلمساز مستقل زن، و به عنوان فیلمساز مستقل زنی که از یک
حکومت دیکتاتوری ایدئولوژیک میاد، متولد چکسلواکی سابقه. خیلی مهمه که داره در دنیای آزاد فیلم میسازه و همچنان دغدغه رسیدن به آزادی داره. دوست دارم به این موضوع اشاره بکنم که در این فیلم میبینیم پل جانسون، خب شخصیت مرکزی، کسی است که در پی آزادی مطلقه، درسته میخواد مثل اقیانوس رها باشه، هیچ قید و بندی رو نمیخواد تحمل بکنه، هر گوشه دنیا که رفته خانواده ای تشکیل داده. اما این باور یک جور خشک مقدس داشتن به حتی داشتن آزادی مطلق با خودش محدودیت آورده براش و الان نمیتونه دیگه به زمین برگرده، به خشکی برگرده. و بنابراین یک جور فیلمساز داره میگه که هر نوع باور مرتجعانه و غیر قابل انعطاف میتونه ما رو محدود بکنه، برای اینکه ذهنمون رو که ببندیم محدودیت باهاش میاد. در مقابل فیلمساز همون سال فیلم دیگری رو ارائه میکنه، فیلم کوتاهی درباره گروه زنانه ارکستر افغانستان به نام زهره، که در اون فیلم اون شخصیت‌های مرکزی و حال شخصیت مرزی شخصیت اصلی اینها امکان پل جانسون رو برای رسیدن به آزادی بی قید و بند ندارن، اما در پی آزادی هن، مثل خود فیلمساز که در حکومت دیکتاتوری در پی آزادی بوده در همون کودکی هم، اینا در پی آزادی هن و در نهایت موسیقی اونها رو به رهایی و آزادی میرسونه بدون اینکه مثل پل جانسون لازم باشه به شکل فیزیکی از نقطه‌ای به نقطه‌ای برن به خاطر رسیدن به آزادی. بنابراین این تم مشترک در کارهای این فیلمساز بسیار پررنگه به نظر من و خیلی هم جذابه که این دغدغه کودکی رو با خودش همچنان داره حمل میکنه و مطمئنم که فیلم های بهتری رو هم از این فیلمساز شاهد خواهیم بود. خب بسیار ممنون و متشکرم از شما. اما برگردیم به سینمای آپارات و با ناخوده های وطنی و زندگیشون بیشتر دمخور بشیم. ماهی‌های دریای جنوب کم شدن و صیادای جنوبی پی رزق و روزی مجبور میشن جان به کف گرفته و به دریاهای دور و پر مخاطره بزنن. فیلم ناخود دریایی که این هفته میبینیم روایتی از سفر 70 روزه و پرخطر یه لنج ماهیگیری از چاه بهار تا آبهای سومالی هست. این فیلم ساخته یه مازیار مشتاق گوهریست. آقای گوهری متولد سال 57 و فارغ التحصیل هنر در زاهدانه، در انجمن سینمای جوانان با فیلمسازی آشنا شده و سال 1377 به عنوان تهیه کننده و کارگردان در شبکه‌های تلویزیونی کار می‌کرده و مدتی هم رئیس انجمن سینمای جوانان سیستان و بلوچستان بوده. او در این سال‌ها به مستندسازی رو آورده و به عنوان تهیه کننده و کارگردان مستندهای زیادی ساخته که با چند تاشون در جشنواره‌های داخلی و خارجی فیلم به موفقیت‌هایی دست پیدا کرده. مازیار مشتاق گوهری سازنده این فیلم اینجا همراهمون هست. خوش آمد میگم بهتون و ممنون از حضورتون آقای گوهری. خب به اتفاق شما و بینندگان ابتدا مستند ناخود دریایی رو ببینیم، بعد درباره‌اش با شما بیشتر صحبت می‌کنیم. Thank you.
ناخدایی فقط ناخدایی نیست. مستند ناخدا دریایی رو دیدیم، ساخته این مازیاره مشتاق گوهری، مستندی قصه‌گو و روایتگر که در اون فیلمساز با دسترسی و آشنایی خوب درباره مسائل بومی منطقه و همطور با آشنایی با شخصیت اصلی فیلم تونسته از فاصله نزدیک و بیواسطه ما رو به یه سفر ببره و با جزئیات جهانی آشنا کنه که کمتر میشناسیمش. اما در پرده آخر برنامه این هفته و در بخش تحلیل آپارات ببینیم که مازیار مشتاق گوهری سازنده این فیلم چی به اطلاعات ما درباره صیادان منطقه سیستان و بلوچستان اضافه میکنه. ناخدا دریایی حکایت شور زندگی و در این حال دشواری امرار و معاش برای دریانوردان جنوبه. یه ثبت موفق از حکایتی ناشنیده و نادیده. مازیار مشتاق گوهری کارگردان فیلم همراه ما هست. خیلی خوش اومدید آقای گوهری به برنامه آپارات. برام بگید که چقدر اول ساخت این فیلم طول کشید؟ سالها بود که من قصد داشتم این فیلم رو بسازم با این موضوع و این محتوا، ولی خب تا زمانی که من این شخصیت مورد نظرم رو تونستم پیدا بکنم خب سالها طول کشید، ولی از زمانی که این شخصیت پیدا شد، یعنی قیوم دریایی معروف ناخدا دریایی، تا اینکه این فیلم تموم شد 3 سال طول کشید. ولی تصویر این ناخدا با اون ناخداهایی که ما تو فیلم ها دیدیم و در واقع تو ذهنمون ساخته شده خیلی متفاوت بود. ناخداها معمولا یه حالتی خود دارن، کلاهی سرشونه، درجاتی رو دوششون، این ناخدا اون شکلی نیست. اتفاقا تصویری هم که من داشتم همین بود، یعنی من میگم مدت ها قصد داشتم همچین فیلمی بسازم و در حین ساخت یک فیلم دیگه من با این ناخدا آشنا شدم و من پرسیدم که مثلا ناخدای چی هست؟ یک جوانی رو دیدم که به حال ریزه و خیلی با انرژی و نشسته و گفتن ناخدا اینا. این اولین تعجب من بود. بعد یواش یواش که با شخصیت این ناخدا آشنا شدم دیدم که برعکس بقیه ناخدا که ما همیشه عادت داریم یک آدم مسن با تجربه ریش سفید اینها باشه که هست البته، ولی دیدم که یک ناخدای جوان با تمام اون خصوصیاتی که میتونه یک ناخدا داشته باشه، یعنی اون درایت و عقل و تیز و بزی اصطلاح خودمون، به همراه خیلی از چیزهای دیگه در درون این شخصیت وجود داشت و یواش یواش این رابطه شکل گرفت. یعنی یکی از دلایلی که 3 سال طول کشید، 2 سال شاید برای این شکل طول کشید که رابطه ما با هم ساخته بشه، رابطه یک درک مشترک از هم دیگه برسیم که بتونیم در نهایت یک سفر رو بریم. یعنی من سالها میخواستم این فیلم رو بسازم اما اون شخصیتی که میخواستم رو پیدا نمیکردم و قیوم کسی بود که میتونستم بهش اطمینان کنم و باهاش این حس رو داشتم که میتونم باهاش این سفر رو برم و اون همراه خوبی باشه. و حالا چرا اینقدر این موضوع صیادان و صیادی تون منطقه سیستان بلوچستان برای شما مهم بود که خواستید بهش بپردازید؟ خب من بچه سیستان و بلوچستان هستم، مال بچه زاهدان هستم و خب اقیانوس هند به حال از استان ما شروع میشه، دریچه ای به کشور. همیشه دوست داشتم مقول صیادی، همیشه برام کنجکاو بود، یعنی هر وقت ساحل وای میسادیم و میدیدیم این لنج ها به سمت دریا میرن، برام اون جذاب بود که کجا میرن، چه اتفاقاتی میفته، چه داستان هایی برای اینها دارن. و در کنارش ناخداها و صیادای دیگه ای که می اومدن، خب در جمع هایی که میشستیم داستان هاشون رو تعریف میکردن، خیلی برای من از نظر شخصی جذابیت داشت. اما موضوع این که چرا این داستان مهمه، خب ما سواحل بسیاری داریم، بیش از 1000 کیلومتر ما حداقل مال سیستان بلوچستان ساحل داره و یک شغلی هست که بسیار افراد زیادی درگیر این هستن، از خود لنج و ناخدا و ملوان ها گرفته تا زنجیروار شغل هایی که در کنار این شغل هست. و در سالهای اخیر خب بحث صید ترال هممون شنیدیم و اتفاقی که میفته و کم شد. یعنی چی صید ترال؟ صید ترال صیدی هست، صیادی هست که غیر استاندارد الان شناخته شده، به ویژه اینکه حداقل در مناطق ساحلی شیوه صیادی هست که توری که میاد و شروع میکنه صید کردن، حالاتی که ما میگیم کف دریا رو شخم میزنه، چون که همراه با ماهی های مختلف که همه جور ماهی رو میگیره این زیستگاه های سواحل رو از بین میبره. ما الان در حال حاضر میگیم 80% ماهی خلیج فارس گونه‌های بومیش از بین رفته و به تبع در مناطق ساحلی هم بخاطر صیادی بی‌رویه ماهی‌های زیادی، یعنی ما اونقدری صیادای ما نمیتونن منابع کافی برای صید ماهی داشته باشن، رو همین حساب به دریاهای دور میرن.
و این موضوعی بود که یعنی اینکه مطلبی بود که با اینکه این همه آدم درگیرشن و این شغلی که در به خطر داره میفته و در کنارش امنیت غذایی رو در آینده تهدید خواهد کرد، کسی به این موضوع نپرداخته بود و این برای من یک کنجکاوی بود که ببینم که به چه اتفاقی برای این شغل و در حال و در آینده خواهد افتاد. به اونا به این دلیل به این دریاها میرن که اینجا دیگه ماهی پیدا نمیشه. بله. و این باعث میشه که زندگیشون به خطر بیفته، به دزدنشون، خبرهایی که زیاد میشن دربارش توی این ماهای اخیر یا سالهای اخیر کرارن از رسانه ها، و یه تعدادی هم مثل اینکه دزدیده شدن و هنوز توی بازداشتن، در واقع گروگانگیری شدن توسط دزدان دریایی. الان وضعیت اینها به چه صورتی هست؟ آره، معمولا فصل صید از آخر شهریور شروع میشه تا مهر ما، تا عید ما، یعنی در تا نوروز ادامه داره. یعنی اگر فرصت داشته باشن صیادا 4 سفر میتونن برن، یا به قول خودشون 4 چکر میتونن برن به دریا. خب جای مختلفی هم هست که صید میکنن، ولی خب یکی از جاهای پرماهی که برای صیادا سود داره، همونجوری که گفتیم بخاطر اینکه سواحل خودمون خالی شدن، مناطقی مثل سومالی هست، مثل ماداگاسکار هست، و مثلا سفری که ما داشتیم از اون مناطق شروع شد و تا 200 مایلی مالدیو سفرمون طول کشید به دنبال ماهی. هر جا ماهی هم ماهی آزاده و هر جایی که بره صیادا به دنبالش هستن. خب وقتی که در دزدان سومالی که ما آگاه بودیم سالیان قبل، خیلی خبرش رو میشنیدیم، ولی یه مدتی بود که کم شده بود خبر اینجا. ولی خب درگیری هایی که تو دریای سرخ و خلیج عدن به وجود آورد، این بود توجه ناوگان دریایی و امنیت دنیا رو برد به اون سمت، و این یک فضا رو، یک خلایی رو به وجود آورد که باز دزدان سومالی الان از این فرصت، از این خلا استفاده میکنه. حتی کشتی های ملوانای بلوچی که به قول ما تأمین دارن، یعنی تأمین، یعنی پولی داده شده به مثلا یکی از گردن کلفتای اونجا یا دزدان اونجا که این مدت به این لنج کاری نداشته باشن. حتی این افراد هم اخیراً 2 تا لنج حدود 40 نفر تا اونجایی که من اطلاع دارم رو اسیر کرده بودن و گرفته بودن. خب از یک طرف باج‌خواهی میکنن برای آزادی این صیادا، از طرف دیگه از لنج های این صیادا استفاده میکنن که مسافت بیشتری رو تو دریا و اقیانوس هند بیان که برای گرفتن کشتی های بزرگتر و تجاری بیشتر. و چند نفری که من در تماس هستم، حدود 4 نفری که در جریانشون هستم، 2 نفرشون اخیراً آزاد شدن، اونم با جمع‌آوری پولی که خود مردم محلی روستا و اینها تونستن جمع کنن، یا خانواده اون شخص که پرداخت بکنن و بتونن اونا رو آزاد کنن. یعنی دولت هیچ مسئولیتی در این مورد نمیپذیره؟ خب ببینید، اگر که ببینید، بحث مختلف اتفاقی که چیزایی که توی این ساخت این فیلم من درگیرم کرد ذهنم و خودم، این که خیلی از صیادای ما از مسائل قانونی بی خبرن. یعنی اگر میتونستن بیمه خوبی کاور میکرد این صیادا رو، یا صاحب لنج ها میتونستن ملوانا رو به همراه لنج ها بیمه بکنن، خب مطمئنا میتونست کمک کنه. ولی در حال حاضر خب تعداد صیادای ما خیلی زیادن، تعداد لنج های زیادی ما داریم. این شاید یک زمانی بگید اگه تعداد بخوای حساب کنی شاید عقلانی نباشه، یا توانایی مثلا دولت نباشه که بخواد مثلا باج‌خواهی، این پول باج‌خواهی رو بده. این وظیفه هست که خود صیادها میرن با گروگانگیرها مذاکره میکنن و باج رو میپردازن که آزاد بشن. دقیقاً ببینید، همین میگم دیگه، یک بخشی هست، این قسمتی از صیادی به صورت تأمینی است. یعنی اینکه یا شما نباید وارد نزدیک آبهای سومالی بشی، یا اگر میشی یا باید ریسکش رو به جون بخری، در یا اینکه پولی پرداخت بکنیم. پولی پرداخت کردن اینی که منی که اونجا هستم 4 تا تفنگدار دارم، مثلا 10 تا تفنگدار یا 100 تا بسته به اون گنگم داره دیگه، من به شما پرداخت، یا به من پولی پرداخت میشه و من این یه دونه از تفنگدارامو میذارم توی لنج تا مدتی که اونجا هست و داره این صیادی میکنه، امنیتش رو تامین کنه. ولی وقتی که صیادی تموم شد یا اون فرصت تموم شد و باید برگرده، دیگه اون امنیتش به من ربطی نداره. و این فضا اخیراً این فرصتی شده که دریچه شده که دوزای دریایی مثلا، یا حتی اون افرادی که تامین کردن افراد اطلاعات رو مثلا معامله کنن که فلان لنج تموم میشه و بره، و افراد دیگه بتونن این هم لنج رو هم ملوانش رو بدوزن. خب الان آمار و ارقامی داریم که چه تعداد از این صیادان هنوز
گروگان هستن توسط دزدان دریایی؟ خب همینجوری که میدونید، خب یک به خاطر اینکه طرفمون سومالی است، طرفمون دزدان دریایی، و یک چیزی که رکورد نمیشه، جای ثبت نمیشه، رو هم حساب نمیتونه، هیچ آمار دقیقی وجود نداره. ولی وقتی که شما توی نقشه‌ای برید که تعداد کشتی‌هایی که اونجا دارن صیادی میکنن و ببینید، ببینید حجم زیادی کشتی اونجا داره صیادی میکنه و اکثرش هم چینی هست. یعنی اینکه چینی ها باج خوبی میدن، پول خوبی میدن و دارن اونجا رو خالی میکنن و جایی برای صیادای ما نیست. و از اون طرف هم دیتای درستی در این زمینه نیست که شما بخواید تعداد مشخص یا اینکه بگید که چه تعداد اینا. ولی این همش بر اساس ارتباط های شخص به شخصه. ولی این تعدادی که تو خبرها اعلام میشه، مثلا 40 تا 30 تا نمیدونم تو گروگان هستن اینا، اینها بر اساس آمار مشخص عدد رقم اینها رو میخوام. آره، بر اساس این هست که مثلا صاحب لنش به حال به شیلات، به حال اداره شیلات هر منطقه مراجعه میکنه برای کمک گرفتن، حالا هر نحوی از نیروی امنیتی گرفته تا مقوله بیمه گرفته تا خودش، حالا ریش سفیدی، چون اکثر مواقع خیلی وقتا با ریش سفیدی و ارتباطات حل میشه. ولی خب نه، اطلاع دیتای درستی در این زمینه اصلا نداریم. فیلم شما سرشار از جزئیات هست، در واقع با جزئیات بسیار به مراحل صید پرداختید، همه اینها رو ما میبینیم و همین باعث شده که فیلم کمی طولانی به نظر برسه. چرا تصمیم گرفتید که فیلمتون در این در واقع محدوده زمانی باشه و جزئیات انقدر مهم باشه درش؟ خب قصد اصلی من برای ساخت این فیلم، یا اینکه یا طول فیلم به این نتیجه رسیدم یا بعد فیلم به این نتیجه رسیدم، این که زندگی رو به تصویر بکشم، زندگی ها رو، و نمیخواستم فقط یک فیلم مثلا آنکات شده والا اصطلاحا شیک مرتب بسازم. میخواستم اون چرخه ای که وجود داره، که این چرخه خیلی وقتا از برمیگرده به زمان زیاد و اون فرسایشی که تک تک ملوان ها و اون کرو و اون گروه شاملشون میشه رو داشته باشم، و میخواستم این چرخه و این فرسایشی که اونها حس میکنن اون یک جوری به مخاطب هم منتقل بکنم. و توی ساختار فیلمتون شما تصمیم گرفتید که روی یک شخصیت روی ناخدا تمرکز کنید و سفر این شخصیت رو در طول زمان برای رسیدن به یک هدفی به تصویر بکشید، برای اینکه در واقع تصویر دیگه از یک جغرافیا و یک حال شغل یا یک عرصه ارائه بدید، اما در این حال هم شخصیت کارگردان رو وارد فیلم میکنید و هر از گاهی به شخصیت کارگردان ارجاع میشه، یعنی به خود شما توی فیلم خطاب قرار میگیرید، دیده میشید، مسائلی که براتون اتفاق افتاد هم در واقع در فیلم آورده شده. چرا فکر کردید این شخصیت کارگردان هم لازم هست که توی فیلم باشه؟ خیلی از سکانس های فیلم قبل از شروع اتفاق افتاد، یعنی من خواسته و یا ناخواسته دخیل شدم با خیلی از اتفاقات. مثلا اون قسمتی که ناخدا درگیر هست با مقوله دادگاه و اون مقوله به حال مهریه‌ای که باید پرداخت بکنه و ممنوع الخروجی، و من باید ورود میکردم و یک جوری این مشکل رو حل میکردم که به فیلمم برسم. در اصل اون جنبه خودخواهیش داشت، ولی در طول فیلم اون رفاقتی که بین من و ناخدا شکل گرفته بود باعث شد که این فیلم ساخته بشه. یعنی یک رفت و برگشتی بین ما دوتا بود و من نقش داشتم. و مهمتر از همه، همیشه ما از قبل یک به شیوه دانای کل سراغ فیلم میریم که آقا من میدونم و همه چیز رو به تصویر میکشم، در صورتی که در این طول فیلم یک چیز متقابل بود. من چیز یاد گرفتم از، یعنی بک‌گراند ذهنی یک پیش‌فرضی داشتم که وقتی در طول فیلم رفتم این یواش یواش تغییر کرد و فهمیدم که اونجوری که من خودم فکر میکردم میدونم، دیدم خیلی چیزها رو نمیدونم. و اونجا توی فیلم اگه دقت کنی خیلی وقتا این کلکل بین من و ناخدا هست که خیلی مسائل رو باز میکنه و نشون میده که آقا تاثیر من به این نتیجه رسیدم که خیلی چیزها رو نمیدونم، برعکس این چیزی که فکر میکردم میدونم. و مهمتر از همه، خب ناخدا شخصیت محوری بود که جان همه با ماهی گرفتن، ماهی نگرفتن، موفق بودن، شکست خوردن، همه چیز حول اون شخصیت میچرخه. و اون رابطه ما خیلی مهم بود که بتونه این چیزا رو به حال این مسائل رو بتونم نشون بدم. و خب به طب وقتی نقش داشتم در طول فیلم باید به مخاطبم هم این دیتا رو میدادم که خب به حال منم یک جاهایی نقش دارم و دارم مسیرهایی رو تغییر میدم و تاثیرگذاریایی رو روی فیلم دارم. و این فکر کنم یک بخش دیگه‌اش این که کاملا رو راست بودن با مخاطب هست که من هم یک جاهایی از این فیلمو
دست بردم و باعث تغییر شد. خیلی ممنون و متشکرم از شما مازیار مشتاق گوهری. فرصت برنامه در همینجا به پایان میرسه. برای جزئیات بیشتر در مورد این فیلم و همینطور برنامه آپارات، این QR کد رو اسکن کنید و ما رو از همین طریق دنبال کنید. همچنین علاقمندیم که نظرات شما رو هم درباره برنامه آپارات و موضوع برنامه این هفتهش بدونیم. از طریق راه‌های ارتباطی ما که اینجا داره زیر نویس میشه، شما برامون بنویسید و با ما در ارتباط باشید. به اتفاق میهمان برنامه، تا دیداری دیگه، بدرود و به امید حالی بهتر برای یار و دیار. خیلی ممنون.